لحظه ماشین هم تموش شد. چیکار کنم؟ زنگ بزنم تریپل ای. خدا بیامرزه پدرتو. قربونت. چه دیگه از کوچیکی تو سینما بودی؟ والا من یه بار یه فیلم بازی کردم تو دنیای خوانندگی، اونم با داریوش بود. دو تایی اون اولین فیلم بود، آخرین فیلم. ولی تو من با کارت من اصلا باید به من نگفتی چی بگم. ولی نواده مردم چی میگن؟ شعره عزیز من اصلا جای تعریف نداره، برای اینکه همه میدونن، اونایی که تاریخچه کاری منو میدونن، میدونن که من چقدر با شعره عزیز نزدیکم، مثل برادرم دوستش دارم، جز خانواده من. مرسی. با خانواده سولتی، با عموهاش، بله، با برادراش، با خانواده سولتی من رفاقت و دوستی خیلی نزدیکی دارم. از بس که انسان خوبی هست. شعره عزیزم از کسانی بوده که از اولین روزی که من کارم اونجا شروع کردم مثل یک کوه پشت من وایساده. تبلیغاتش با من بوده، ویدیوهاش با من بوده، توقعش اول از من بوده و I love that و میمیرم برای این صداقت و رفاقتش. مرسی. بهترین دوست من هست. مرسی. I love her so much. و دوستانم که تبریک بگیم. بله بله نادر جون، خیلی هنرمند خوبی هستی. تو این کارو ول کن، برو هنرمند. دارم همین کارو میکنم چون تو. ولی دوستان عزیز، همینجور که نادر جون گفتن، واقعا نادر پارت آف فامیلی، یعنی جز فامیل ماست. من و شهرام نادر مثل یک برادر کوچکتر، البته سن ما خواهش میکنم. نه بابا این حرف شد. ولی خب هرچی بگم کم گفتم، کم نمیذاره برای من و برادرم، نه برای من و برادرم، برای هیچ هنرمندی، برای اینکه عاشق کارشه، صداقت داره و آدم مهم اینه که رو کارش حساسه و وقتی یه قولی میده قولش رو به نحو اصلا انجام میده. وقتی ساعت رو قرار میذاره سر ساعت میاد و وقتی که به من میگه شعره برو جلو تا آخر، اصلا تا آخر با منه. بهتون عید نوروز رو تبریک میگم از طریق شبکه جهانی امید ایران. امیدوارم که سال بسیار پربرکتی براتون باشه و در کنار نادر عزیزم. خیلی خوشحالم که اتمسفر عوض شده، اینجا اومدیم، منم گسم تموم شده، ببینید شاخهای خوشتیپی اومد جلو. در هر صورت عیدتون مبارک، نوروزتون پیروز. امسال احساس بسیار عجیبی دارم، به امید روزی که برسیم به ایران و ایران رو جشن بدیم. الهی الهی قربونت برم، دوستتون دارم. عیدم به تو، به خانواده محترم. تبلیغات کنسرت ها یادت نره، تبلیغ های کنسرت از امشب میشم. Love you. مرسی از شما. بابا. مرسی. بابا.